چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من سرفراز با چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من سلام مخصوص بر بینندگان محترم، دوستان، آشنایان، رفقایی که ما رو سرفراز می‌فرمان و از اوقات پربهای خودشون مایه می‌گذارن و تشریف می‌آورن در ضیافت گفتگو و ما رو از صحبت‌های خودشون بهره‌مند می‌فرمایند. امیدوارم امروز روز چهارشنبه ما برنامه ها از دوشنبه ها اومده به چهارشنبه متا زمانش همون زمان ساعت 4 به وقت شرق امریکا هست و از محل مردم تیوی پخش میشیم زنده از 4 تا 5 بعد از ظهر. بعد در یوتیوب هستیم، در آرشیف هستیم و باز تکرار میکنن دوستان ما از مردم تیوی چندین بار باز از اونجا ما تکرار میشیم و ما دوست داریم بینندگان محترم ما بدونن که شماره تلفن ما باز هست. شماره ما هست 202-753-99-33 از بعد به برنامه باز هست. هر کسی تلفنی بزنن، هر کسی لطف به فرمان تشریف بیارن، ما با کمال میل صحبت هایشون رو گوش میکنیم. در ضمن چند تا تلفن شده در بعض برنامه، من اجازه میگیرم که این تلفن ها رو بشنویم با هم. دوست عزیزم از کانادا زنگ زده بودن، من حالا نمیدونم این تلفن من از اینجا کانادا رو میگیره یا نه، اعلان خواهم کرد که اگر ایشون هم صحبتی فرمایشی دارن بتونن از این طریق با ما تماس بگیرن و بفرمایند. بله، اجازه مجانی میگیره. خب از همین احسائه ما همین کارو میکنیم و همه رو بسم الله الرحمن الرحیم. بله 900 ببینم میک کار. آه به 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 چقدر قشنگ 905 نرو دیگه جایی 700 ببخشید مزده اون شده که نداب میدونشتن دهنش رو میکردن رو میکشیدن. یارم الله اینقدر بدم میومد از اون 58 میک کار بسم الله. خب بله زنگ داره میزنی. سلام عرض کردم، من حسن اجلالی هستم
سلام جناب آقای اجلالی قربان، حال مبارکتون. الحمدلله من اینقدر دوست ندارم مبارک اینطوری بشم، منم مثل شخص معمولی مثل بقیه هستم، منتها یه ذره جرأتم زیاد شده، چیزی که نمیدونم. خیر قربان، همه معمولی، همه بندگان خدا و عرضم به حضورتون که خاک درگاهش. بله من چیزی از نکردم، خواستم فقط تقدیر و تشکر بکنم از حضرت عالی که به هر حال همین همت رو کردیم، بهترین حرفش همته. صحیح، تشکر میکنم. بله. و از خدا آرزوی عرض کنم که توفیقات هرچه بیشتر میکنم و سلامتی برای جناب عالی که این علم رو افراشته نگه داریم. انشالله رحمان با تشویق های شما با دوستانی که لطف دارن ما این کارو خواهیم. جناب اجلالی الان که برنامه ندارین شما؟ همین الان دارید پخش میشید، همه دارن گوش میکنن. قربان عذر میخوام، من اطلاع نداشتم چون من الان در آفیسم بودم و محمد یه چیزی نداشتم. حالا به هر حال من اون تلفنی که زده بودم خدمتتون برای همین بودش که در مجموع عرض کنم که احوالی بپرسم و عرض ارادت کرده باشم. به هر حال آرزوی بهترین ها رو میکنم و امیدوار هستم که در مجموع موفق و معید باشید. یک دونه تشکر. ما روزهای چهارشنبه از ساعت ولی رسم امانت این بود که من خدمت شما زنگ زده بودم، متوقع بودم قربان که جواب دریافت کنه. بله خب جواب ما معمولا در عموم میدیم که سوء تفاهم برای کسی نشه. نه که بگن یه حرفی پیش خداوند خاطر متعال نشه دیگه، مردم که به هر حال ما سوء تفاهمی نداریم، مسئله ای نداره. الحمدلله در این طرف دنیا ها با سوی تفاهمی وجود داره. اگر امکان داره یه دقیقه دو دقیقه فرمایشون رو بفرمایید بینندگان محترم، ما خیلی خوشحال میشن. انشالله الان ببینم حتما در خدمتون خواهیم بود. مانعی نداره. من آرزوی موفقیت میکنم براتون و بهترین ها رو در سال نو از خدا طلب میکنم. همچنین برای شما من باز دوباره تکرار میکنم، برنامه های ما روزهای چهارشنبه از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر از وقت شرق آمریکا زنده پخش میشه، یعنی تمام دنیا دارن میشنون صداهای ما رو. انشالله برحال انشالله همه موفق باشند و سربلند. تشکر زیاد برادر، اعتماد صدا دارم قربان، خیلی خوشحال شدم زنگ زدید. لطفاً و من هم الان در آفیس هستم، انشالله باز مجدد خدمتتون زنگ بزنم اگر تونستید. ما خوشحال میشیم. تا بعد مرحمتون. لطفاً ولی این دوست عزیز به ما زنگ زده بوده و من هیچ وقت دوست ندارم خارج از برنامه با کسی صحبت بکنم. علتشم این هستش که حرفی که از دهن من در میاد از طریق این رسانه به گوش بقیه میرسه این وسط عوض میشه. یه عده برداشتشون اینطوریه، یه عده برداشتشون اونطوری هست. این هستش که این صحبت ها همش ضبط میشه در آرشیوی که ایشون دوست عزیز ما درست کردن در مردم تیوی، تو این آرشیو ضبط میشه. هر کس هم هر سوالی داره میره اونجا میبینه که چه حرفی زدیم چه حرفی نزدیم. و این هستش که به این دوست عزیزم گفتم من قصد و غرضی نداشتم که به ایشون زنگ زدم. من معمولا با هیچ کس خارج از برنامه صحبت نمی کنم، راجع به برنامه صحبت نمی کنم. بله راجع به آب و هوای ویرجینیا کسی بخواد حرف بزنه او فرق میکنه، ولی صحبت های دیگه مونو معمولا با هم اینطوری انجام میدیم. این یک دوست عزیزی بودن که زنگ زده بودن و اجازه بدین چند دوست دیگه هم زنگ زدن که ببینم شماره ها رو میتونم بیارم. وایس میل هست و بله این یه وایس میل دیگه هست، اجازه بدین ببینم کجا. ایران همه رو در بعد برنامه من دوست دارم گوش کنیم که ما ادای ادب کرده باشیم به تمام دوستانی که با ما سعی کردن تماس بگیرن. بله شیخ حسن ببخشید، شما تلفن رو تو میکردیم من راه دور داشتم قطع کردم، شما میتونید دوباره به من زنگ بزنید. خیلی ممنون. بله بله این شنونده محترم به برنامه رادیوی ما مسی که زنگ زده بودن و ما اونجا هم هفته پیش با ایشون مفصل صحبت کردیم و به این چیز اومده بود، به این آدرس اومده بود. باز دوباره یک بیننده محترم دیگری داریم، صدای ایشون رو میشنویم انشاءالله. ببینم اون کجا را
همین دوست عزیز بود فکر میکنم، اجازه بفرمایید که باشون همین یه دقیقه پیش صحبت کردیم، فکر میکنم ایشون باشه. آقای ایلانی سلام عرض میکنم، دکتر افشارا هستم از تورنتو کانادا. به خاطر زنده قدردانی از برنامه هاتون اگر وقت فرصتی داشتید برخورد کنید زنگی بزنید خدمتتون باشم، چند تا صحبت و سوالی داشتم. اگر مزاحم نباشم بسیار خوشحال شدم از هر حال برنامه های شما که دیدم، امیدوارم همیشه موفق باشید. تشکر الله شبتون بخیر. 905 737 بله زدم رفت از بین. بله چشم، ببخشید من اشتباه زیاد میکنم امروز، حالا علت چه نمیتونم از این بار داره میبینیم و از حول حلیم داریم تو دیگ میفتیم. بله این دوستان زنگ زده بودن و خیلی تشکر از لطف شما. چند تا دیگه هم هستش دیگه، من بیشتر از این طول نمیدم. انشالله هفته آینده هم باز دوباره بتونیم صحبت هایی که میشه، حرف هایی که زده میشه اینجا برای شما بازگو کنیم. شما دوست ما در مردم تیوی یک چیز قانون خیلی قشنگی دارن، میگن هر کسی که تلفن کرد اگر دوست داره صداش پخش بشه همون اول بگه و ما صداشو پخش میکنیم، اگه بگید صداتون رو پخش نمیکنیم. ما هم حالا اینو داریم میگیم ای دوستان، ای رفقا، اونا که نمیخوان پخش بشه بگن که ما صدامون نمیخوایم پخش بشه، همون اولش هم بگن که ما بدونیم و چیزی نباشه، جسارتی نیستش که به شما و یا بقیه افرادی که صدای ما رو میشنون. بله چند روز بیشتر به اول بهار نمونده و ما امیدواریم همه خونه تکونه هاشون کرده باشن. امروز هم روز چهارشنبه است، دیشب هم شب چهارشنبه سوری بود، امروز روز چهارشنبه است. حالا من نمیدونم اونایی که دیشب آتیش روشن کرده بودن بازم میتونن امشب روشن کنن یا همون دیشب بود شب چهارشنبه بود که این سنت. بله بله چهارشنبه شد. بله 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 دوستان رفقا، روز شماری یا تاریخ نگاری چند نوع مختلف هست. در بعضی از ممالک غروب آفتاب اون روزی رو که قبلا شروع شده بوده اعلان میکنه، مثلا امروز ساعت اینجا به وقت ما 7:00 که آفتاب غروب کرد اون موقع پنجشنبه شروع میشه، بعد میشه شب پنجشنبه، بعد روز پنجشنبه وقتی که آفتاب غروب میکنه میشه شب جمعه. یعنی چی؟ مثل بعضی از تقویم ها نیستش که ساعت 12:30 شب شروع روز بعد رو اعلان کنه. و رو این اصل هست که در ایران هم که بودیم این اشتباه هی میشه، آه شب چهارشنبه است یا شب پنجشنبه است یا خود چهارشنبه است یا خود پنجشنبه است. این هستش که ما پرسیدیم اینطوری به ما شرط دادن که غروب آفتاب اون روز انتهای اون روزه و از اونجایی که آفتاب غروب کرده تا باز دوباره شروع بکنش بیاد بیرون طلوع بکنه یک چند ساعتی هستش که بین غروب و طلوع هست، منتها این جزء روز بعدی هست. و به هر حال شما صحیح فرمودید شب چهارشنبه سوری یعنی روزی که سه شنبه است و شب میشه اون موقع شب چهارشنبه سوری هست که این دیشب بوده. حالا اونایی که عقب افتادی امروز یا دیشب بوده، دیشب بوده، بعد اونهایی که نتونستن این کارو بکنن بالاخره بابا چهارشنبه سوری آیه قرآن که نیستش، هر کسی برای هر خوشی که داره میتونه هر وقتی که خوش باشه خوش باشه، اجازه از کسی لازم نیست که شما خوشی بکنید و امیدواریم که سالم و سلامت باشید. و در ضمن سوال ما این بود از دوستان که این آیین چهارشنبه سوری از کجا شروع شده، آیا از نیاکان ما قبل از کوروش و داریوش و نیاکان ما بوده یا بعدها آوردن داخل کردن و به
زنگوله ای بوده که به پای ما بستن که بله این چهارشنبه سوری اینطوری هست و اونطوری هست و شما چون آتش پرست هستید باید از رو آتش بپرید. خب ایرانی از اون روز اولش هم آتش پرست نبودن. نیاکان ما حضرت زردشت و بقیه اونهایی که دین زردشت رو داشتن اینا هیچ کدومشون آتش پرست نبودن. حالا چرا این حرفا رو به ما میزنن؟ چرا این زنگوله ها رو به دور پای ما میبندن؟ اینا رو باید برید هوشیار باشید و ببینید ایران تنها مملکتی بوده که واحد بوده، وحدت میفهمیده، موحد بوده، یک خالق را قبول کرده بوده، نه ده تا خالق که یکیش آب رو خلق کنه، یکی باد رو خلق کنه، یکی آتش رو خلق کنه، مثل اروپایی ها که ریشهشون از یونان هست و هزار و یک جور اسم الهه هاشون هستش که گذاشتن، یکی مال نم جنگ زئوس، نم یکی مال فلان، حتی زنها هم اسمایی هم هست مال زنها هستش که اونا هم الهه هاشون هستن. ولی در ایران باستان ما دین زردشت اولین هدیه ای بود که به در تمام اون منطقه دین واحد الهی اومد و ایشون مظهر پاکی رو آتش دانستند، آتش پرست نبودند. اونهایی هم که بالاخره تاریخ شناس هستید، اونهایی که اطلاعاتی دارید برید بپرسید بخونید زمانهای گذشته وقتی که مردم از روستا برمیگشتن خونه هاشون که بیان مثلا شامی چیزی بخورن، اون موقع که کبریت نداشتن، اون موقع که فندک نداشتن، اون موقع این چیزایی که نداشتن، ولی در هر قریه، هر مرکزی، هر جایی یک آتشکده بوده که این آتشکده مثل اون پمپ بنزینی که حالا سر چهار راه هست میرین اتومبیلتون رو پر میکنید میرین خونه، هر کس تو خونهش که چاه پمپ بنزین نداره که ماشینشو پر کنه. اون موقع اینها وقتی از صحرا میومدن میرفتن سر راه به این آتشکده، در یه ظرفای کوچیکی یک زغال یا یک چیزی آتیش رو میذاشتن میبردن خونه و با اون متدهایی که بلد بودن فوت میکردن و آتیش اجاق خونهشون رو روشن میکردن که غذای چیزی بپزن و این آتیش بعد از اینکه غذا پخته شده و تموم شده و فلان شده دیگه بسته میشد تا روز بعد. و این یک جالبه ها، اینا رو هیچ کس نمیره بپرسه، هیچ کس نمیره بگه که اون یکی میگه بله اینا همه مجوس هم به ما میگن در ضمن اینا مجوس هم. گفتن مجوس یعنی چی؟ گفت یعنی آتیش پرست. بود یعنی کی گفته؟ گفت فلان شیخ عرب گفته. گفت اینا غلط کرد. به هر حال بدونید کی هستید، بدونید چی هستید، به مجردی که فهمیدید کی هستید، فهمیدید چی هستید، به این سادگی ها شما رو از اون صندلیتون بلند نمی کنن و در رو نشون بدن که بگن برو بیرون. باید به ملت و مملکت خودتون آگاه باشید، بدونید تاریختون چی هست، بدونید این مملکت چه سابقه ای داره، چه سابقه ای طولانی داره در تمام جهات، چه دفترداری باشه، چه اداری باشه، چه مملکت داری باشه، چه ارتش باشه، چه طبقاتی باشه، اینا همشون طبقه طبقه بوده. هر کس تکلیف خودش رو میدونسته، صبح که بلند میشده میدونست که این چی کار است. مثل حالا نبوده که صبح بلند شده بگه خب من امروز چی کار کنم. خب معلوم بود که چی کار کنی، چون انقدر گیجت کردن که نمیدونی. بله، بعد اینم خواستیم همین امروز بگیم که بله این چهارشنبه سوری رو هم ما نمیدونیم، این زنگوله رو کی به پای ما بسته، اینو برید بپرسید، برید ببینید چه چیزایی بس کردن. ما خونمون تو خیامون امیریه بود، چهارشنبه که سوری میشد یه دی با از این پیاله های مسی بود، چی بود، قاشق زنی میگفتن اینا رو، دنگ 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 میزدن در خونه ها و معمولاً هم اونایی که میزدن چادر سرشون میکردن، معلوم نبود زیر چادر کیه، مرد زن یه فلان فلان، ولی خب احترام میذاشتن دیگه، چیزی نمیکرد در با میکردن. مثل اون موقع آجیل چهارشنبه سوری بودش که مخصوصا برای چهارشنبه سوری تهیه میشد و فروخته میشد و به نام آجیل چهارشنبه سوری بود. بعد یه دم گوش می ایستادن، اون موقع می رفتن مثلا سر یه چهارراهی جایی وای می ایستادن ببینن مردم چی میگن، بعد از اون چیزی که این مردم میگن یه برای خودشون برداشت می کردن که بله مثلا سال آینده من اوضاع خیلی خوبه. ببین چه خرافاتی بوده، ملتی که اولین قانون بشر رو
حقوق بشر رو آورد به دنیا معرفی کرد. این افرادی بودن که در تمام علم و دانش پیشرو همه بودن، حالا اومدن این خرافات رو به دست و پای ما بستن. بله این هستش که امیدوارم برید بپرسید ببینید واقعا نیاکان شما، واقعا شما از کجایی. به این سادگی ها نیستش. یکی نیستش که تو آمریکا 400 ساله مثلا اینجا فعلا چیزی دارن و میگن تمدن ما از همه بهتره، the best civilization. حالا هیچ کس هم نمیاد به اینا بگید بابا اگر سیویلیزیشن بود چرا زنداناتون اینقدر پره، چرا اینقدر تو خیابون مردم راحت نمیتونن راه برن، چرا تو دهکده ها پدر به بقیه فرزنداش تجاوز میکنه. برید بپرسید ببینید چه خبره. تو این نزدیکی ما یه جا هست به نام وست ویرجینیا، اونجا یه کوههایی هست که اهالی اونها تو خودشون ازدواج میکنن. بریم ببینید چه قیامتی اونجا. این هم بهش میگن تمدن، سیویلایزد نیشن اسمشون رو گذاشتن. چرا؟ هر روز صبح اینا میرن خودشون رو میشورن، شامپو به سرشون میمالن، دست و پاشون رو با صابون میشورن و میان بیرون. بعد میگن سیویلیزیشن هست. با حالی که اگه این کار رو نکنه از بوی گند تنشون هیچ کس نمیتونه توی اتاق بشینه. بعد خلاصه چهارشنبه سوری هرچی هست و هرچی نیست، اصل قضیه رو برید ببینید، اصل قضیه رو پیدا کنید و از دوستان و آشنایان بالاخره یک بهانه دیگه برای دور هم گرابد هر هستش دیگه، یه بهانه ای هست که دور هم جمع بشید. و ما یک زمانی هم گفتیم، حالا نمیدونیم این چقدر حقیقت داره یا نه، لغت پارتی که اینجا میگن بیا بریم با هم یه پارتی بریم، میگیم آه پارتی نمیدی فلان نمیدی، این از پارس اومده، چون پارسیان برای هر بهانه ای یه جشنی میگرفتن و این لغت پارتی هم از اونجا اومده. در ضمن یه شلوارهایی هست که اینجا میگن ککی، ککی پنس، اینا همون شلوارهایی که رنگش به خاک میزنه، خاکی هست، بعد بهش میگن ککی. خیلی از این لغت ها هست، خیلی از این گفتارها هستش که در جامعه ما بوده، اومده جاهای دیگه وارد شده و اینا به هیچ وجه حاضر نیستن که این اعتبارشو به ما بدن که بله مثلا پردیس، پارادایس، بهشت. بله خیر انشالله. و یک نوار کوچیکی داریم از آقای حسن عباسی، اگر امکانش هست با هم ببینیم و گوش کنیم لطفا. جامعه بورژوای جمهوری اسلامی جامعه پرش سواران سگ به بغله، جامعه بابک زنجانی هایی است که با قهرمانان فوتبال میشینن شطرنج بازی میکنن. بورژواها کسانی هستند که هر کی بشه خر اینا میشن پالونش. قهرمان مثلا ورزشی این مملکت نگفته بابک زنجانی از کجا دل دزدی کرده اوورده، میشینه با شطرنج بازی میکنه. سینماگر، فوتبالیست، سیاستمدار، همه هر کی غارت کنه بیاره کسی کار نداره کجا دزدیده اوورده، از کجا اووردهشو کار نداره، فقط چه کار میکنن با طرف میشینن نرد عشق میبازن. این افرادی که هر روز تو تلویزیون جلوی چشم مردمن، این ورزشکارا، این دست هنرمندا، این دست آدمایی که نمیدونم نظام بانک و چه و چه رقم میزنن، اینا کیان؟ اینا شهروندان جامعه بورژوایی و لیبرالی. اما سراغ شهروندان جامعه آرمانی خمینی کبیر برویم. حسن باقری، سید مرتضی آوینی،
و برادر عزیزم و سیاره رنج ها. عارفی مثل چمران، یک عالم کبیر ربانی مثل بهجت. ببینید فضای جامعه، اصلا اسماشونو میارید جامعه عطرآگین میشه، اسماشو میارید قلب هاتون آروم میشه. اما اسمای بورژواها، اصلا عکسای بورژواها رو میبینید میریزید به هم. یعنی 30 سال 20 سال توی فوتبال مملکت هر وقت میان زمین چمن میخ داشته، دروازه اینجوری بوده، داور اون کارو کرده، کلا همه مقصرن که اینا نمیتونن گل بزنن. بابک زنجانی، اون موقع شهرام جزایری همه رو مسئله دار کرده، چپ و راستو خریده بود با این شهرام جزایری، همه رو از رئیس مجلس سوم شیخ مهدی خریده بود، از اون ور این ور خریده بود تا این ور این ور، یعنی کلا 180 درجه رو خریده بود. قیمت هم 550 میلیون 400 میلیون 300 میلیون نتیجهش چی شد؟ یه دونه فرش صادر نکرده بود، چند سال بود صادر کننده نمونه بود. کارت ویژه اقتصادی داشت میرفت مجلس، کی؟ مجلس آقای ناطق نوری، دوره کی؟ دوره آقای هاشمی، آقای خاتمی. زالوهای اقتصادی، ببینید مافیا و زالوهایی مثل بابک زنجانی و جانوری مثل شهرام جزایری، اینا قبل انقلاب یه نفر داشتن تو این کلاس بود بهش میگفتن هجبر یزدانی. این جور جونورا فقط زائیده جامعه بورژواییه، اصلا مافیا جزء لاینفک جامعه بورژواییه. هر فسادی دیدید بالا جامعه بورژوایی، جامعه بورژوایی نهادهای اصلیش چیه؟ یک، بانک، آفرین. دو، بورس، خدا پدرتون رو بیامرزه. هر جامعه ای ضریب بانک و بورس توش بالا بود و افراد آلوده به بانک و بورس توش بالا بودن، اون جامعه بورژوایی تره. کسانی که تو جمهوری اسلامی آمدن سایه بانک رو بر مسجد مستدام کردن، هزار سال تو این مملکت هیچ کس در هیچ روستا و شهری ساختمونی بالاتر از مسجد نساخته بود. هر روستایی میرفتی نگین اون روستا مسجد بود، هر شهری میرفتی نگین اون شهر مسجد بود. برید میدون امام اصفهان رو ببینید، کاخ عالی‌قاپوی شاه این طرف از مسجد مسجد امام اصفهان بلندتر نیست، مناره ها و گلدستای مسجد امام از کاخ شاه بلندتر بوده. اما چه کردن؟ اول بانک صادرات با یه برج عظیمی سال 66 برج سپه شروع کردن، پولای مردم کشور در محاصره اقتصادی رو پولاشو جمع کردن از دست مردم، زیباترین ساختمون ها رو ساختن تو سراسر کشور. سپس تو دولت سازندگی تعمیقش دادن، رسید تا دولت مهرورز عدالتگرا، عمیق شد. 27 برابر استاندارد جهانی ما بانک داریم و مستغلات رو بردن بالا گرون کردن، چون میخواستن اینجا دونبش باشه، هر جوری بود پول میدادن میخریدن. الان شما تو خیابون تهران برید کیپ کیپ بانکه. جنایتی تو این مملکت شد و رواج نظام بانکداری بی حساب و کتاب بی مبنا. و بورس، کسانی که مربوط به قبیله بانک و بورسن مال جامعه توحیدی آرمنی خمینی نیستن، چون خمینی فرمود در 63 جوانی رو یادت باشه اگر دیدی تو جامعه زری به بانک و بورس بالاست، این مربوط به آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانیه، ربطی به شخص خمینی نداره، ربطی به شخص خامنه ای نداره که صد بار گفتن جن این قضیه رو بگیرید. همه مراجع نظراتشون رو برید در سایت ربادات‌های آر ببینید، میگن سیستم مشکل داره، ربویه. خود رهبری تو دیدار خبرگان رهبری میفرماد که سیستم بانکداری بدون ربای ما مشکل پیدا کرده، مشکل داره. خاوری به عنوان رئیس بانک ملی که گذاشت فرار کرد، محصول و پدیده جامعه این چنینیه. انسان‌های جامعه آرمانی توحیدی از دنیا فرار می‌کنن به نزد خدا، اندرب بهم یرزقون، و انسان‌های جامعه بورژوایی از ایران فرار می‌کنن به آمریکا، فرانسه و انگلیس. اینا رو دارم میگم که براتون مصداقا روشن بشه، تفکیک کنید تو جامعه. رفرمیستا و ریویزیونیستا که اساس تفکرشون لیبرالیزمه، قبلشون لندن و لس آنجلس و پاریس، بیشتر البته شهر در واقع لاس وگاس، به قول خودشون لاس وگاس. برم تو کثافت‌خونه های اونجا و قمارخونه های اونجا، قبلشون اونجاست. عزیز من برید بالا، بیاید پایین، ما حق داریم نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی مشکوک باشیم و کسانی رو هم که نرد عشق با آمریکا میبازن، مثل امثال آقای موسوی ها که دوستان یار غار شما هستن، مثل امثال آقای سریع القلم اسم میبرم که جمع آقاش غیر شفاف حرف زدن. ما نگران اینا وقتی بیرون مرزا میرن هویت ملی رو حفظ نمیکنن. آقای سریع القلم میره انقدر پایبند به دانشگاهی که توش حقوق میگیره نیست بنویسه زیر اسمش دانشگاه بهشتی، نمیخواد شهیدشو بنویسه. 37 سال
فعال تو این مملکت 36 سال دانشگاه شهید بهشتی وجود داره، مشاور عالی مجمع تشخیص مصلحت و مشاور عالی دولت میره توی داووس، می‌نویسه نشنال یونیورسیتی. یعنی اصلا تو این مملکت انقلاب نشده، همچنان همون نشنال یونیورسیتیه. بیچاره اون دانشجویی که سر کلاس یه آدم بی سواد این چنینی میشینه. آقای رئیس دانشگاه شهید بهشتی، وقتی استاد دانشگاه هویت دانشگاه تو رو بر نمیتابه، تذکر دادی بهش اگر مجمع تشخیص مصلحت و دولت و دانشگاه شهید بهشتی برای هویت ملی و سازوکارهای این چنینی و برای شهید بهشتی و امثالهم احترام و ارزش قائل نیستن، من عباسی برای این هویت و برای این ارزش ها بارها تیر و ترکش خوردم، خونم بابت این قضا یا بارها زمین ریخته. و همچنان هم آرزوم همیشه از خدا این بوده که شهادت در راه همین آرمان ها رو و همین هویت دینی رو نصیب من کنه. اون موقع ما ساکت بنشینیم، چون آقای روحانی بدش میاد کسی اعتراض کنه بهش. آقای روحانی من شرمنده ام، عذرخواهی می کنم و ببخشید، من نسبت به اینکه 20 سال آقای سریال قلم که هر روز با آمریکا یا نرد عشق میوازه دور و بر جناب عالی بوده، من مشکوکم، نگران شما هستم، لذا اجازه بدید که ما نگران باشیم. دفعه پیش نگرانیمون در مورد آقای خاتمی درست بود، دور و بریاش همه تو زرد از آب در اومدن و ضد انقلاب و مامور CIA، سندش بی بی سی فارسی و VOA. از دوروبریای جناب عالی هم نگران هستیم، هرچند جناب عالی و آقای هاشمی هنوز از اون آدمهای آقای خاتمی اعلام براءت نکردن. آقای خاتمی چون بلد میگفت گفتگوی تمدنا، میخواست بره با اجنبی و بیگانه که زبانشو نمیدونست با اون گفتگو کنه، بلد نبود با ماها در داخل منتقدان خودش گفتگو کنه، خرد زمین. شما هم اگه فکر کردید میتونید در صحنه سیاست بین الملل برید خیلی قدما رو بردارید، اما در داخل امثال ماها که با گوشت و پوست و استخوانمون تو الان این نظام رو نگه داشتیم، نظام رو جناب عالی تو اون هتلی که تو شمال تهران تحت عنوان مرکز تحقیقات استراتژیک داری نگه نداشت، نظام رو دوستان ما همون سرهنگانی که شما مسخرهشون میکنید تا الان نگه داشتن. بله خیلی جالب بود صحبت های آقای عباسی و اون نکته های خیلی مهمی که ایشون امکانن سعی داشتن میکردن با بقیه در میون بگذارن این هستش که بعضی چیزها در صحبت خیلی قشنگ و دلپذیره، خیلی خوب، به به چقدر خوبه ما با اینها دوست بشیم و اینها پیشرفته هستن و اینا مثلا یه هواپیما به ما بدن که اینطور بشه، اونطور غافل از این که اینا دشمن سرسپرده اسلام هستن، اینا دشمن شما هستن، از اون روز اولش تا حالا میگن ما دشمن شما هستیم، نمیتونی تو سرتو اینطور کنی، نمیتونی تنتو اونطور کنی، نمیتونی این کار کنی، نمیتونی اینطور کنی. ببین در فرانسه چه قیامتی هست، در هلند و دانمارک کجا، ببین اینهایی که دانمارک و هلند که جز اون افرادی بودن کشتی هاشون تا خلیج فارس اومدن اونجاها رو اشغال کردن و برج و بارو برای خودشون درست کرده بودن، این معلومه که فسقلی اینقدر کشتیاش اومده یه مملکت کهن و باستانی رو اونطوری مثلا اسیر خودش کنه، استثمار بکنه. بدونید هویت خودتون رو، بدونید وقتی که هویت خودتون رو دونستید، وقتی که یکی از شما سوال کرد خب اینقدر میگی تمدن، اینقدر میگی تمدن، مگه شما به تمدن دنیا چی ارائه دارید؟ اقلا جواب داشته باش، یکی دو تا ده تا بیست تا صد تا یه چیز بهش بگو. من زمانهای گذشته از من یه همچین سوال شد و خیلی 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 شرمنده هم که نتونستم چیزی بگم. حالا هم که هستش تعداد محدود خیلی کوچکی انجب و شماری میدونم که چی بگم. چه هنری در ایران بوده، چه صنعتی بوده، چه دانشی بوده، تمام ستاره نجوم، همه این افرادی که ستاره ها رو نگاه میکردن نجوم بهشون میگفتن نجمم، آخه لغت عربیه یعنی ستاره. ستاره شناسای ما آقایی که جانم منجمین، اونم باز دوباره عربیه، منجمین از نجمه میاد، یه نجمه یعنی ستاره. ستاره شناسان ما اینها در زمانی که هیچ نوع وسیله‌ای نبوده، فکر کنید یک رصدخونه داشتیم در مراغه، برید ببینید، اونایی که تو ایران هستید برید ببینید، اونایی که خارج هستید برید و ببینید، اصلا انگشت به دهن این چیه،
خیلی ساده، چند تا پله میرید پایین، به تای چاه میرسید، تای اون چاه میشینید و اون یه ذره حفره‌ای که بالای چاه هست باز هست اون رو نگاه میکنی، زمین که همینطور داره میچرخه، از جلوی این چاه هر 24 ساعت شب که میشه یه مقدار ستاره‌های مختلف میان، چون زمین که گرد هست روی محور میچرخه، همیشه اینطوری نمیچرخه، روی محور میچرخه، تابستون و زمستون این حرفاش هم برای این هستش که روی محوره. بعد هر وقتی که شب میشه شما در تهچه های نوع به خصوصی از ستاره ها از جلو چشون رو رنگی را رصد میکردن، بهش میبرن رصد خانه، و این افرادی که رصد میکردن با محاسبه های ریاضی خودشون فرمول هایی درست کرده بودن، کارهایی کرده بودن که لوگاریتم و جبر و مثلثات و هندسه همش از اینجاست. حالا کیه که بیاد بگه خب بابا ما فقط آفتابه که نمی ساختیم، ما تمدنمون این چیزا رو می ساخت. اولین صفحه محاسبه که مثل حالا کامپیوتر بهش میگن در موزه هست در انگلیس، که اینو یک شخصی درست کرده و درصد دقتش انقدر بالا هست که هنوز نتونستن ببینن این چه چیزی بوده که این شخص اینو درست کرده. اینطوری تو هم دیگه خوارزمی هم بوده اسمش، اینطوری میچرخه، عطار هست، خوارزمی هست. بابا تمام اونهایی که با شعر ما فکر کردیم اینو شعر میگن و ما یه لغت خیلی بدم داریم فلان و شعر، اینها شاعر همینطوری نبودن، اینا افراد دانشمندی بودن، فیلسوف بودن که افکار خودشونو اینطور ظریف به مردم میخواستن ارائه بدن که مردم هم یاد بگیرن. اون زمان که چاپ نبود، اون زمان که کتابخونه اینطوری نبود که چاپ بکنن، یه استاد یه کتاب خودش با دستش نوشته بود، از اون درس میداد، دو تا محصل داشت، این محصل یاد میرسن به دو نفر دیگه یاد میدادن. وقتی که صلیبیون حمله کردن به شرق، اومدن به اون موقع ها کنستانتینیه میگفتن، آنکارا میگفتن، استانبول میگفتن، ما اون موقع به اونجا میگفتیم آسیای صغیر. وقتی حمله کردن اونجا تمام این اطلاعاتی رو که دانشمندا جمع کرده بودن تا بغداد تا همه جا اومدن، به مجرد وارد اینجا میشدن اولین کاری که میکردن میگفتن کتابخونه کجاست، میگفتن اونجاست، میرفتن تمام کتاب ها رو برمیداشتن، سوار اسب و یه گاری چیزی که داشتن میکردن، کتابخونه رو آتیش میزدن، بعد به مردم میگفتن که کتابخونه رو آتیش زدن، یعنی چیزی نمونده، نمیگفتن دزدیدیم داریم میبریم. همین رو آوردن به اون زمان گذشته در همون شرق اروپا که روم باشه، یوگسلاوی باشه، نم یونان باشه، مسدونیا باشه، همه این جاهایی که در اون شرق بود، اینها راهبه هایی داشتن که راهبه نمیم به مرد میگن یه بزن میگن اینجا بشنن مانک میگن به انگلیسی، افرادی که تصمیم گرفتن مثلا در راه حضرت عیسی کار کنن و از توشون هم کلی کسافتکاری میشده. اینا نشستن از زبان عربی اینها رو به زبان های چیزی دیگه درست کردن، بعد تمام این علم به اسم عربا در رفت، و حالی که تمام این دانشمندا همه ایرانی بودن که به زبان عربی داشتن می نوشتن. بعد حالا رسیدیم به اینجا که با تأخیر نگاه میکنیم تو مال همون جایی که سر مردم رو تو خیابون می برن و شما هم جرأت نمی کنی بهش بگی شما مال همون جایی هست که سرخپوستا رو با تیر کمان کشتن. بعضی یعنی اینقدر پررون که به شما به عنوان یک مورچه نگاه میکنن، سوالایی میکنن که مثلا تو بلدی با قاشق چطور غذا بخوری هستن خوری یا با چنگال هم این قاشق که ندارن میدونی چطوری مثلا این کار بکنی چه کاری اون کار بکنی. بعدم ماها همه سرمون مشغول شده هی در حال دفاع از هویت خودمون هستیم، ای وای یکی در زد کیه ببینیم کی اومده، اگه اومده بگه شما مسلمی بگیم نه نیستیم، فلان چیز نه ما نیستیم، استغفر الله. و تو 40-50 سال پیش
در تابستون ها ما کار میگرفتیم در شهرهای مختلف، میرفتیم از مدرسه که برای 3 ماه تابستون کار کنیم، پول جمع کنیم که خرج مدرسه مون رو بدیم. در یکی این زمان ها رفتم به شهر نیویورک، بعد خب اونجا خب میدونی دیگه بزرگ است، اون زمان هم خب بزرگ، اون موقع مثلا 5 میلیون جمعیت داشت، حالا 50 میلیون جمعیت. بعد تو خیابون من یه نفر رو دیدم، این با من هم مدرسه ای بود، هدف مدرسه هدف اومده بود، من قیافش رو خوب بلد بود میشناختم و این جزو بسکتبال بازهای مدرسه ما بود، خیلی هم خوب بسکتبال بود. دیدم باشو گفتم اشتباهی گفتم هلو گفتم، من چی گفتم، گفتم که مال کجایی، گفت گریس. گفتم بی حساب، تو مگه مدرسه هدف نبودی با من؟ یه ذره خجالت کشید، گفت آخه وقتی ما میگیم ایران مردم ما رو تحویل نمیگیرن و شغل بهمون نمیدن و تو سرمون میزنن و فلان. این آمریکا همون آمریکاست و حالا بیشتر و بیشتر داره حادتر میشه. اگر این آقای ترامپ مثلا به یه جایی برسه که بتونه انتخاب بشه، و خب این چند روز گذشتم که دیروز بود دیگه، دیروز هم یک رأی‌گیری بودش که در تمام سطح امریکا تعداد زیادی ایالت‌ها در یک روز رأی دادن و تعداد زیادی از اون افرادی رو که در کنوانسیون هر حزب می شرکت خواهند داد، خواهند شد، خواهند کرد، به اینها اجازه دادن مثلا شما به آقای ترامپ نبیده، اون یکی به اون یکی آقا، این همه چیز دارن برچسب دارن که من مال ترامپ هم، یکی مال اون یکی هست، در حزب دموکرات هم همینطور که به اینا میگن دلیکتس، یعنی اینا به اینا اجازه داده شده که از یک کاندید به خصوص چیز کنن، دفاع کنن یا پشتیبانی بکنن. و کانونسیون های اینا هم مثل که تابستون دیگه در جون و جولای اون موقع ها خواهد بود، نمیدونم کدوم شهر و کدوم شهر نباشه، ولی خب دونه دونه اینا دارن کم میشن. حزب جمهوری خواه اون روزی که اولی که شروع کردن 9 نفر 10 نفر 11 نفر بودن، حالا شدن 3-4 نفر، بیشتر نموندن. یه آقایی هم که به نام روبیو بود دیروز از چیز افتاد، از انتخابات خارج شد، و آدم همه دلش میسوزه برای این افراد، همه میگه اینا چقدر پرتن. هی میگفت بله من پسر اون کسی هستم که در این محل های مشروب فروشی پیاله پر میکرده و میداده دست مردم، بارتندر بوده. هی اینم میگفت خب بابا این که افتخار نداره، اگه میگفتی زمین میکن این شرافتش بیشتر از این بودش که به این بارتندر بوده. به کسی ما توهین نمی کنیم، شماهایی که صدای ما رو میشنوید اون بر، اگر امکانش هست یه کار دیگه بکنید، اگه نکنید به خودتون ظلم کردید. بعد اینم عاقبتش اینطوری شد، با همین که مال ایالتی بود به نام فلوریدا، اون یکی آقای ترامپ مثل اینکه چندین برابر از ایشون رأی آورد و ایشون رو از گردونه خارج کرد، و این بنده خدا تو نطق نسبتا مناسب خوبی کرد. اینها معمولا وقتی اینطوری سر میخورن فکر میکنن 8 سال دیگه باز میتونن برگردن، خب یا 4 سال دیگه برگردن. حالا معلوم نیست که سالهای آینده کی انتخاب خواهد شد، کسی نمیدونه که در سال 2016 که میشه 2000 دیگه، همین 2016 که انتخابات میشه، 2017 ریاست اون رئیس جمهور جدید شروع میشه برای 4 سال. اینا از حالا دارن برای 2021 دارن طرح میریزن که خب بعد از اینکه اینطور شد اونطور شد. بالاخره هیچ کدومشون هم اصلا به خودشون چیز نمیدن، زحمت نمیدن که ببینن بابا حرفایی که داری میزنی درسته غلطه. اینا نمیدونی چطور سینه‌شون رو داشتن چاک میکردن وقتی یکی سوال کرد به این قاصبین سرزمین فلسطین چه کمک هایی خواهید کرد، نمیدونیم چه قیامتی بود. این میگفت من از همه بهتر میکنم، اون من از همه بهتر میکنم. از این ترامپ پرسیدن یه چیزی خیلی جالب میشه، بهش گفتن که آخه یه سوال خیلی خیلی حساسی هست، و اون این هستش که آیا قاصبین سرزمینی های فلسطین حق دارند پایتختشون رو از اونجایی که هست بیارن به اورشلیم؟
بیت المقدس جروسلم. و حتی یک رندی از این ترامپ پرسید که آیا شما حاضری پایتخت چیز و پایتخت این سرزمین های فلسطین و از قاسم این سرزمین های فلسطین رو بیاری به بیت المقدس؟ گفت بله، و دیگه هیچ حرفی دیگه نزد. ولی این یکی داشتن تیکه پاره میکردن خودشون، من حاضرم یه هواپیما بدم، بعد دو تا هواپیمای دیگه بدم، یه موشک بدم، اینو بدم، اون رو بدم، فلان 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 فلان. خب بر همه شما که پوشیده نیستش که سالهای گذشته در زمانهای ریگان به قبلش هر سال امریکا یه قرضی میداد به قاسمین سرزمین های فلسطین، و آخرش که این قرض وعدش رسیده بود، اینا می اومدن به کنگره امریکا می گفتن که ما پول نداریم اینو بدیم، لطفا اینو ببخشید. بعد اینا تو کنگره رای می دادن که ببخشید، حالا جرات داشت اینکه به رای بده که نبخشن. یواش یواش گندش در اومد، مردم فهمیدن. یه دو اومدن گفتن ایش میری این رای کمی رو گرفتن باله چیه؟ من نمیدونم مثلا چند دلار به اینا دادن به عنوان قرض. اینم حالا اومده دبه داره برده که ندارم، و داره میگه که این قرض رو ببخشید. این قرض هم پولی که از جیب شما ها اومده رفته. بعد یه دی خیلی ناراحت شدن. خب سریع اونا اومدن و اینور اونور، و آخرین نفری هم که قربانی این چیزا شد بوش، پدر این یکی بوش بود، هربرت واکر بوش بود، نه این یکی. بعد اونم نمیخواست چیز کنه، اون میخواست معطل کرده بود که اونا میگفتن بعد این ببخشید سریع این رو تر کنگره قبول بکنن، اونم یه ذره لفتش داد، اونا میگفتن خب ما بلدیم، چون این رو کله پاش کردن که بقیه جرات نکنن. بقیه که اومدن سر کار، یه رندی زبان کلینتون بود فکر میکنم، این اومد و چیز کرد. آره دیگه زمان کلینتون بودش، نه کارتر. کلینتون اومد و چیز کرد، گفتش که اینجا رو من یه ذره اشتباه کردم که کی قبلا بود کی بعدش بود، چون بعد از نیکسون کارتر شد، بعد از کارتر ریگان شد، بعد از ریگان بودش که این آقای بوش شد که بعد از اون کلینتون شد. بعد از اینکه کلینتون رئیس جمهور شد، اینم خیلی آدم زرنگ و خیلی شارلاتانیه، این سری اومد گفتش که آقا چرا این کارا رو میکنید، بیا راش رو نشون بدن. ایران گفتن چیه؟ گفت شما بیاید از ما قرض بگیرید. خب بیایید بگید ما قاسبین سرزمین های فلسطین اینقدر دلار ما قرض میخواییم بخواییم از شما، فقط دوست داریم آمریکا به عنوان ضامن این رو امضا کنه. خب همه گفتن خب این منظور چیه؟ گفت خب بابا اینو ضامن امضا میکنه، صداش هم در نمیاد، وقتی اینا نمیدن ضامنش من و شما این بهشون پولا رو بدین. دیگه همه ازش اطلاع پیدا میکنه. از اون موقع تا حالا هیچ کسی طرفی نزده، جیک که هیچ کس در نمیاد که لون گارانتی بهش میگن، لون گارانتی. حالا چقدر هم چیزای دیگه میدن و فلان میکنن، اونا هم جست بمونه که ما زیاد نمیدونیم راجع بهش، یعنی انقدر وسیع هست. یک قلم هم اینجا بگی، هر سال یا هر روز یا هر هفته از آفریقای جنوبی محموله های الماس میاد به شهر نیویورک. جز این محموله های الماس یه مقدار الماس های زینتی هست که اینا رو جدا کردن، بقیهش الماس های صنعتیه، برای برش مثلا فلزات ازش استفاده میشه، برای سنبات صافکاری استفاده میشه فلان. تنها کشوری که اجازه داده به این قاسمین سرزمین های فلسطین که بدون هیچ محدودیتی بیان این کالای صنعتی که رسید به شهر نیویورک، رفت توی انبار، برن نگاه کنن از توش، هر کدوم از اینا که میخوان پیدا کردن به قیمت الماس صنعتی بخرن، اینو اینا میخرن، میبرن خوردش میکنن، ریزش میکنن، فلانش میکنن، به عنوان الماس زینتی به مردم میفروشن. فکر کنین اون انگشترهای الماسی که شما همسراتون دارن یا
خانوما دارن، یه الماس نسبتاً گنده وسط، بعد دورش ریز ریز یه چیزای چیز هست، اونا رو هم به عنوان قیراط الماس زینتی میفروشن. مگر اینکه اونا همش الماسای صنعتیه، از اون رو جوریدن آوردن بیرون زدن. بعد یه چیز دیگه هم خب فروش اسلحه های آخرین مدل هستش که چند روز پیشام رئیس ستاد ارتش اونها در ویلسون سنتر اومده بود صحبت میکرد. برید گوش کنید، برید پیدا کنید، در صحنه حاضر باشید، برید ببینید ها چی دارن بهتون میگن. اونم میگفت آره ما یه چیزی میخریم از امریکا، پیشرفته ترین هواپیماشون رو میخریم و خودمونم یه مقدار صنعت خیلی پیشرفته داریم که هیچ کس نمیدونه، اونم سوار این هواپیما میکنیم، هواپیمای ما از اینا بهتر میشه. فکر کن چی داره میگه. داره میگه ای امریکا اگر جرأت کنی با هواپیمایی که به ما فروختی، آخرین مدلش هم هست، بخوای به ما تعرض کنی، ما تو این هواپیمایی که از تو خریدیم چیزایی گذاشتیم خود اطلاع نداری، پوچت میکنیم. یکی اینو کجا میگه؟ در همین جو شهر واشنگتن. کجا؟ ویلسون سنتر، در اونجا داره میگه. سه روز پیش برید در بیارید ببینید چه خبره، چی دارن میگن. بعد همه میگه بابا این چیه اون چیه، مگه ما با فلسطین مثلا کاری داریم؟ اینقدر پول گرفته از ما، نم اون یکی این کارو کرده، اون یکی اون کار کرده، همه خوابید مثل این که برای شما نقشه کشیدن، برای شما اسم درست کردن، اسم شما هست گوییم، به انگلیسی جنتایل، یعنی داخل آدم نیستید شما، شما آدم های سطح دو هستید، آدم های سطح اول اونها هستن. بعد برای اینکه این رو ثابت کنم میگن خب برو ببین چند تا دانشمند اتمی جنتایل ها دارن. خب شما قاصر هستی، ممکنه ندونی که یه از دانشمندهای اتمی هم ایرانیایی هستن که یهودی نیستن، اینا ایرانی هستن. حالا یک بار من نمیدونم اینو گفتیم یا نگفتیم، شما فکر کنید استاد موسیقی هستید خب، و در کلاسی که شما هر روز دارید درس میدین 10 نفر هم محصل هستن یا 20 نفر محصل هستن که یکی از اینها از جنس شماست و شما هم استاد موسیقی هست. در موسیقی هم خلاق بلاسخره یه چیزایی هست که معمولی، یه چیزایی کوچیکه که قلقشو میگن، یه قلق. این استاد موسیقی فقط و فقط به اونی که از خودش هست این قلقها رو یاد میده. او یکی ها نمیدونن این چطوری ویالون رو میکشه، اینطوری صداش در میاد. خب این استاد میگه خب کاری نه، اینطوری کنید در صداش در میاد، ولی هر کار میکنن نمیشه، به اون یکی گفته چطور. خب بر از میون اینها کی در میاد؟ یهودی منهم، یه نفر بوده که استاد ویالون بوده، یا یه نفر دیگه است که پیانو میزده، یه نفر دیگه. بیشتر اینایی که در کنسرت های پیانو میزنن اسمشون هم همش یادم میره دیگه. به هر حال یا در علم نگاه کنید، در علم فضا مگه ما آدم کم داریم؟ برید ببینید چه خبره در علم فضا نوردی و فضا رفتن فضا یا طرح چیزهای فضا، ببینید همشون رو ببینید، اسمشون رو ببینید، چی شده که یکی ما آدم نداریم دیگه. حالا اون رو بذارید کنار، برید جاهایی که مثلا طب هست یا دندان پزشکی هست یا جاهایی هستش که یه ذره رشته های یه جور دیگه دارن یاد مردم میدن، اونجا رو هم نگاه میکنیم اه؟ طبیبش که هیچی، اونی هم که اون جلو نشسته مثلا ساعتی 40 دلار میگیره اونم از ایناست، فقط اون بدبختی که باید زمین رو جارو کنه اسپانیاییه. همه این کارهایی که امکانن یه علمی توش باشه، امکان باید خرجم نداره کسی یاد میگیره، یاد میگیرن راه نمیرن. بعدم وقتی که کسی صحبت میکنه میگه آه این داره نفرت میکنه به ما، این داره این کارو میکنه اون کارو میکنه، ما هم جرفی نمیزنیم.
شماها بودید که 75 هزار نفر ایرانی رو در یک روز کشتید و جشن پوریم رو برای خودتون ایجاد کردید. بیاید به ما بگید ما غلط میگیم. جشن پوریم جشنیه که شما میگیرید برای خاطر اینکه 75 هزار ایرانی رو در یک روز کشتید. خانم استر، خانم آقای مرتخاک قبرشون هم در همدان هست. حالا از این دو نفر چه اشخاصی باقی موندن در سیستم ایران ما نمیدونیم. آی براو، حتی دوست ما اطلاع میدن که یک شرکتی هستش که بهترین قهوه ها رو میفروشه به نام ستارباکس. بعد وقتی نگاه بکنید روی اون طرحشون میبینین طرح ملکه استر رو کشیدن، همون کسی که 75 هزار جمعیت ایران رو در یک روز کشته. و چه نوع جمعیتی رو؟ اشخاصی که سرداراشون بودن، معلماشون بودن، فرماندرها بودن، سطح خیلی خیلی بالا رو 75 هزار نفرشون در یک روز به قول این آقای نتانیاهو سر بریدیم. گفت اسلاتر، اسلاتر یعنی یکی رو بذاری زمین گلوشو ببری، به اون میگن اسلاتر. و این کارا رو کردن. ولی خب امیدوارم که بشنوید، امیدوارم که بدونید. یک چیزی که من دوست دارم از امریکایی‌ها اینم میگن که زیاد عصبانی نشو، یاد بگیر چطور تلافی کنین. Don't get mad, get even. چطوری even کنم من اینو؟ Don't get mad, get even. حالا اینو ما گفتیم، حالا دست بیاری که او این حرف رو زدیم. بله این حرفی که خود شما همیشه میدنید. Don't get mad, get even. ما سلامتی و خوشی برای همه آرزو داریم. اونهایی که سلامتی و خوشی بقیه رو در دل دارن. اونهایی که سلامتی و خوشی بقیه رو در دل ندارن در خودشون خراب خواهند شد، در خودشون منفجر خواهند شد، در خودشون از بین خواهند رفت. نفرت هیچ وقت به هیچ کس قدرت نمیده، قدرت در عشق و معرفته. انشاءالله سال آینده بر همتون خوب و خوش و خرم باشه. تشکر زیاد، اجازه دادید اومدیم خدمت شما. تا بعد، مرحمت عالی زیاد. Oh.